چند روزی بود که سرما خورده بودم و کم مریض احوال بودم و این باعث شده بود که از خیلی از کارام بمونم و مجبور باشم توی خونه استراحت کنم. توی این مدت به این فکر می‌کردم که چی میتونم بخورم که سریعتر حالم خوب بشه، انرژیم سریعتر برگرده و بتونم به کارام برسم. واسه همین یه سری تحقیقاتی کردم و چند تا ماده غذایی جالب پیدا کردم که تا الان نمی‌دونستم واسه سرماخوردگی و آنفولانزا و کرونا میتونن موثر باشن. پیشنهاد می‌کنم که این ویدیو رو از دست ندید. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال من دکتر نیما هستم. توی این کانال ویدیوهایی میذارم برای اینکه دانش عمومی پزشکیمون افزایش پیدا کنه و لایف استایل سالم تری داشته باشیم. همونطور که مشخصه و بینیم گرفته، چند روزی بود که مریض بودم و گفتم که با همین صدای و بینی گرفته این ویدیو رو ریکورد کنم تا بتونم قشنگ حس و حال سرماخوردگی و آنفولانزا رو توی ویدیو ایجاد کنم. برای من که تو طول روز کلی کار برای انجام دادن دارم و خیلی برنامه‌ریزی برام مهمه، مریض شدن مثل یه کابوس میمونه، چون که همه کارام عقب میفته و کل برنامه به هم میریزه. اگه شما هم مثل من باشید، وقتی یه مریض میشید دنبال اینکه سریعتر بهبود پیدا کنید. یه سری عادت‌ها و مواد غذایی هستن که همه میدونن اینا برای سلامتی در طول یک سرماخوردگی مفیدن، مثل استراحت زیاد، چون بدن نباید انرژیشو از دست بده و باید انرژیشو صرف مبارزه با اون میکروب ها بکنه، مثل استفاده کردن مایعات زیاد، چون وقتی که مریض میشیم با اسهال، با استفراغ، با تب و تعریق مایع از دست میدیم، یا همه میدونن که باید سوپ مصرف کنیم چون سوپ هضمش راحته و انرژی زیادی رو نمیگیره. سوپ مرغ و گوشت اگر باشه توش پروتئین داره که همه گلوله های سفید ما از پروتئینن، پاتنها پروتئینی هستن و پروتئین بسیار لازمه. نه، همه اینا به کنار، میخوام چند تا چیز جدیدتر رو بررسی کنیم. یکی از غذاهایی که میتونه به ما کمک کنه و برام خیلی جالب بود، غذای فلفلی هست. غذای فلفلی تو حالت نرمال باعث میشه که آب از دهان و بینی ترشح بشه. وقتی که مریض هستیم، موکوس و ترشحات زیادی توی بینی و سینوس هامون داریم و این غذای فلفلی اینجا میتونه به ما کمک کنه. با رقیق کردن این مواد باعث میشه که راحت‌تر بتونیم اونا خارج کنیم، تنفس بهتری داشته باشیم و از مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد مثل چرک کردن سینوس ها جلوگیری کنیم. برای کسایی مثل من که مشکل سینوس دارن و پولیپ دارن، گرفتگی و احتقان خیلی اذیتشون میکنه، این ماده میتونه خیلی کمک کننده باشه. ماده‌ای که توی غذای فلفلی باعث این تاثیرات میشه کپسایسینه و جالبه که اسپریش هم ساخته شده و توی تحقیقات اثرات خیلی خوبی داشته. همه ما میدونیم که میوه ها هم خیلی توی سرماخوردگی و خوب شدن به ما کمک میکنن به خاطر املایی که دارن، ویتامین هایی که دارن، آنتی اکسیدان هایی که دارن، ولی این مثلا یه میوه هست که خیلی بیشتر تاثیر خوب داره و اون موز هستش. اول از همه اینکه موز انرژی بالایی داره و انرژی ما رو تو اون حال نزاری که هیچ انرژی نداریم و سیستم ایمنیمون خیلی انرژی نیاز داره میتونه تامین کنه. دو، اینکه غنی از الکترولیت ها و عناصری مثل پتاسیمه که تو شرایط بیماری خیلی برای بدن لازمه. فایده سوم موز اینه که میوه‌ای که خیلی نرمه، واسه همین توی شرایطی که گلو ملتهبه و حتی آب دنگور دادن هم دردناکه، موز یکی از میوه‌هایی که راحت خورده میشه. و چهارم اینکه موز پر از فیبرهایی که آب رو به خودشون جذب میکنن و این باعث میشه که اسهال توی طول سرماخوردگی بسیار کمتر بشه. یه جورایی برعکس فیبرهایی که توی سبزیجات وجود داره و اثرات ملینی دارن. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومد و میخواید ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، یادتون نره که سابسکرایب کنید. هم به من انرژی میده، هم که چیزی نمونده که به 100 سابسکرایبر برسیم. به 100 تا که برسیم یه روم تور میذارم و یکم هم با هم بیشتر آشنا میشیم. اگه سرما خوردین و مریض هستین و میخواین سریعتر خوب بشین، باید بیخیال بوی بد سیر بشین و حتما روزانه 1 تا 2 حبه سیر مصرف کنین. اولا که ثابت شده که سیر خواص ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی داره. اما یه تحقیق انجام شده بود که خیلی برام جالبه. توی این تحقیق اومدن به یک گروه که سرما خورده بودن روزانه 1 حبه سیر دادن و به یک گروه دارونما. و جالب این که گروهی که سیر دریافت کرده بودن 70% روزهای کمتری رو احساس بیماری می‌کردن. یه ماده دیگه که میتونه به خوب شدنمون کمک کنه و برام جالب بود، ماست هستش. توی تحقیقات متعدد نشون داده شده که اگر ماست و پروبیوتیک توی رژیم غذایی باشه، هم ابتلا به بیماری کم میشه، هم سرعت بهبودی زیاد میشه و هم مصرف آنتی بیوتیک کم میشه. میدونید که آنتی بیوتیک ها علاوه بر اینکه باکتری های مفید رو هم از بین میبرن، مقاومت بهشون هی داره بیشتر و بیشتر میشه. اگه براتون سوال پیش اومده که چطور باکتری های دستگاه گوارش میتونن روی سلامتی اثر بذارن، باید بگم که باکتری های دستگاه گوارش خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم روی سلامت کل بدن و بخش های مختلف بدن مثل سر تأثیر دارن. مثلا همین الانش دانشمندان دارن روی این کار میکنن که چطور با تغییر باکتری های دستگاه گوارش بتونن از آلزایمر جلوگیری کنن و حتی اون رو درمان کنن.
یه تغییر دیگه که روی خواص پروبیوتیک انجام شده و روی کودکان انجام شده نشون داده که کودکانی که در طول بیماریشون پروبیوتیک مصرف کردن دو روز زودتر از بستر بیماری خارج شدن و در طول بیماری 55% شدت علائمشون کمتر بود. ماده بعدی که اگه مریض هستید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بخورید تا سریعتر خوب بشید، غذاهای دریایی مثل سالمونه. این مواد چند تا ویژگی دارن. اولا که پروتئین لازم دارن و صحبت کردیم که چقدر مهمه. ثانیا که امگا 3 دارن. امگا 3 اثرات ضد التهابی روی بدن داره و باعث میشه که سیستم ایمنی بتونه خیلی بهتر کار کنه. یکی از فاکتورهایی که توی کرونا و آنفولانزا باعث مرگ و میر میشه همین التهاب زیاد بدن. التهاب زیاد و فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی باعث آسیب به خود بافت‌های بدن میشه. و ماده بعدی که توی غذاهای دریایی سالمون هست ویتامین دیه. نقش خیلی مهمی توی قدرت سیستم ایمنی داره و اصلا ازش غافل نشید. کسایی که با غذای دریایی حال نمی‌کنن، اصلا دوست ندارن، نمیتونن بخورن، پیشنهاد میشه که حداقل قرص‌های این موادی که گفتیم رو مصرف کنن. بعد از ویتامین دی، ویتامین سی هم هست که نقش خیلی مهمی توی سیستم ایمنی داره و فراموش نکنید که مصرف کنید. و ماده آخر که می‌خوام راجع بهش صحبت کنیم، عسل خواص ضد میکروبی داره که ثابت شده از قدیم، خیلی قدیم توی بانداج زخم‌ها از عسل به عنوان ماده ضد عفونی کننده استفاده می‌کردن. جدا از مصرف تنهاش میتونید با یک چای کم رنگ این رو حل کنید و مصرف کنید. هم یک چای خوش طعم می‌خورید، هم مایعات بدنتون تأمین میشه و خود چای هم آنتی اکسیدان داره، باز میتونه بهتون کمک کنه. یه خاصیتی که عسل داره و می‌خواستم راجع بهش صحبت کنم اینه که خواص ضد سرفه داره، به خصوص در کودکان. یعنی اگه فرزندتون دچار سرماخوردگی شده و سرفه داره، عسل میتونه خیلی بهش کمک کنه. تنها نکته‌ای که داره اینه که به کودکان زیر 12 ماه بهتره که عسل داده نشه. بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو سیف کنید، هر بار که سرما خوردید، آنفولانزا گرفتید یا حتی کرونا گرفتید نگاهش کنید، نکاتش رو رعایت کنید. یادتون نره که روحیتون رو بالا نگه دارید که از همه مهمتره. روزتون بخیر.